بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی. دو هفته پیش یه برنامه ساختیم، کاورش رو دارید میبینید. فرار از مناظره، زنگنه به جلیلی، حریفت منم، اسناد خفن کرسنت. خب کرسنت رو زمانی که ما مطرح کردیم خیلی اصلا نمیدونستن چیه. الحمدلله آرشیو برنامه ما هست، مراجعه کنید به سال 1400 در یوتیوب. وقتی که همتی به عنوان نماینده غیر مستقیم و زیرپوستی اصلاحات کاندیدا شده بود، اونجا برنامه ساختم، گفتم که اینها با وعده های زیرشکمی میان، همونطور که روحانی به جای کرسنت وعده کنسرت به مردم میداد. اما به لطف آیه پور محمدی که تو مناظرات اومد از کرسنت حرف زد و آیه زاکانی جوابش رو داد، آیه زنگنه زبون در آورد، یه ویدیو داد بیرون که همون زمان من این برنامه رو ساختم، همین برنامه که الان دارید کاورش ببینید، من دو هفته پیشه. دوباره آی زنگنه اومد یه ویدیو داد بیرون، منتها این بار دیگه به بی بی چل فارسی ندادن، به رسانه‌های وابسته به اصلاحات دادن پخش کرد. بعضی از رفقا اومدن گفتن که آی وطن دوست یه جواب بده، گفتم من جوابشو قبلا دادم، همون برنامه که ساختم همون برنامه است. توی تلگرام و ایتا هم گذاشتم که بهانه نباشه آقا ما به یوتیوب دسترسی نداریم و فلان اینها. الان هست، میتونید برید ببینید، حتما ببینید، خصوصا 7-8 دقیقه آخر اون برنامه که یک مستند اونجا منتشر کردم. البته مستند زالو هم که آقای زاکانی وعده‌اش رو داده بود توی کانال تلگرام گذاشتم، تو ایتا بالای 5 مگ نمیشه آپلود کرد، توی آپارات گذاشتم. اونایی که تو ایتا هستن پیام بدن لینک آپارات رو براشون بفرستم، حتما ببینید. حالا آقای سعید جلیلی امروز پاسخ دادن به صحبت‌های جدید آقای زنگنه. بریم یه بخشی از این فیلم رو با هم ببینیم. اخیراً یه بحث مطرح شد در مورد آقای بابک زنجانی، گفتن شما با ایشون است که دیداری داشتین توی ایام انتخابات، این صحت داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یه حرفا طبیعی است که این چیزایی گفته میشه. هر وقت شما مبارزه با فساد رو صداشو بلند کنی، به قول آقا نعره های بلند خواهد شد. من از آقای بابک زنجانی رو تا امروز ندیدم، چه ایام انتخابات چه قبلش، تو کل عمرم. این که بعضی این کسا رو این مطالب رو مطرح میکنن چون میدونن چه فسادی صورت گرفته، چه حرکت هایی رو انجام دادن و خوشبختانه دادگاه داره این رو پیگیری میکنه و هرچی نزدیکتر میشه به اونها صداشون بیشتر بلند میشه. دو تا نکته رو بگم اینجا. اولا یه مستند هست درباره بابک زنجانی، من اونو حتما پیدا میکنم میذارم داخل تلگرام و ایتا. لینکای شبکه‌های اجتماعی ما هم زیر همین ویدیو هست دیگه، میدونید. تو اون مستند خیلی چیزا روشن میشه، خصوصا درباره دولت روحانی. اونو حتما پیدا میکنم میذارم. اما درباره این صحبت‌ها، تو برنامه قبلی که ساختم در تو همون فرار از مناظره کلان کاورشو بهتون نشون دادم، اونجا توضیح دادم سعید جلیلی از دو جهت معذوریت داره برای حرف زدن. یکی منش اخلاقی خودشه، منش شخصیشه، معذوریت داره، مسائل اخلاقی رو رعایت میکنه، آبروی کسی نره و فلان و اینها. البته این به این معنا نیست که در جایگاه حقوقی خودش اقدامی نکنه ها، اون فرق میکنه، جارچی نیست، تو بوق نمیکنه آقا بیاید من فلان کارو کردم. دوم معذوریت امنیتیه. آقای زنگنه تو برنامه جدیدی که منتشر کرده ادعا کرده یه نامه‌ای وجود داره از سعید جلیلی. آقای زنگنه همونطور که تو برنامه اول صدای منو شنیدی، حرف منو شنیدی، الانم بهت میگم اون نامه رو منتشر کن اگه راست میگی. نمیتونی منتشر کنی، دلیل نتونستنش هم همون مسائل ملیه، مسائل امنیتی و محرمانه. اینا نباید تو رسانه‌ها بیاد، اینا میره تو قوه قضاییه بررسی میشه، قوه قضاییه طبق اون اسناد میفهمه آقا آقای ایکس مقصر بوده یا آقای ایگرگ. دکتر جلیلی تو مناظرات چی گفت؟ گفت جای متهم تو دادگاه نه مناظره. من تو همون برنامه هم توضیح دادم، چون شما میخوای بیای فرار رو به جلو کنی، از فشار افکار عمومی خودت رو نجات بدی، برای همین میای ویدیو میدی بیرون آقای جلیلی بیا مناظره کنیم. تو اگر اهل مناظره بودی، من سعید وطن‌دوست گفتم جوابتو میدم، بیا مناظره کنیم. آقای زاکانی دعوت به مناظره کرد، سندش رو تو برنامه قبلی نشون دادم، شما اعلام کردی نه مناظره نمیکنم با زاکانی. چرا مناظره نمیکنی؟ زاکانی همون شخصی است که در دوره که شما می‌خواستی رأی اعتماد از مجلس بگیری تو همین مستند زالو هم اومده، اتفاقا اومد اونجا توضیح داد که چیکارا کردید. برای همین آقای زنگنه فرصت رو مغتنم شمرده تا قبل از اینکه رأی دادگاه بیاد افکار عمومی رو اینجوری متوجه به خودش بکنه که آقا ببین من راست میگم ها، نه اسناد مگه موجود نیست؟ من شما مطمئن نیستی به اون اسناد؟ یا باید بیاد بگه اسناد جمهوری اسلامی رو قبول ندارم که هیچ، فاتحهشو بخون، یا اگر قبول داری چرا هوچیگری میکنی؟ صبر کن، صبور باش، دادگاه مشخص میکنه که شما اونجا مقصر بودی یا نبودی، فساد صورت گرفته یا نگرفته.
ادامه صحبت های دکتر جلیل رو ببینیم. اینا یه حرکت های فرار رو جلوس. این بحثی که در مورد کرسن میگن مناظره تو همین داستان میگی؟ بله، کرسن که من عرض کردم جای متهم تو دادگاه است، نه توی مناظره. من معتقدم اگر اون ابعاد پرونده کرسن برای مردم عزیز ما روشن بشه، وقت این همین متهمان وقت بعد سوراخ‌موش پیدا کنن. قابل توجه آقای زنگنه، فقط زودتر پیدا کنید که قیمت نره بالا، چون دولت آقای پزشکیان که اومده دلار رو میخواد آزاد کنه. وقتی دلار آزاد بشه همه چی میکشه بالا. اونایی که تو این کرسن داستان دارن زودتر برن بگیرن که بالاخره گرون نشه دیگه. از ترس مردم، نه از ترس دادگاه و احکام و اینا، از ترس افکار عمومی که خب شما باید جواب بدی در برابر چنین رفتارهای غلطی و خیانتهایی که صورت گرفته. خوشبختانه البته به جایی که من شدم احکام زیادی در قضیه کرسنت صادر شده، احکامش دادگاه صادر شده و افراد که در این قضیه متهم بودن محکوم شدن، بدون درستشون هم رسیده. حالا داره تو اونجا هم میرسه که اونها رو بیان میکنه. به اونها نزدیک شده که صدا بله، وقتی که نزدیک میشه طبیعتا صداشون در میاد، فرار رو به جلو میکنن. اون به نظر من اون موقع افکار عمومی وقتی که روشن بشود در این باره که من اینجا از قوه قضاییه میخوام که این قضیه رو برای مردم انشالله وقتی که دادگاه احکامش صادر شد و روشن شد طبق قانون، اون موقع روشن بکنن که چه موضوعی بوده و چه صورت گرفته. همین دروغایی که گفته میشه آی مثلا با دیدار با بابک زنجانی، این یعنی چی؟ همین خودش یک شاهده. همینایی که ادعای بحث دارن اصلا از اساس دروغه، نه اینکه بگیم در فلان تاریخ انجام نشده یا در فلان موضوع انجام نشده. حالا که اومده دروغتر گفته حتی تو ایام انتخابات بود. من اصلا تو عمرم بابک زنجانی رو ندیدم. یعنی میخوام بگم این همینا نشون میده که بر مبنای چه دروغهای روشنی کسانی برای فرار از اون اتهامهای بزرگ، فرار از اون مفاسد بزرگ، اون رفتارهای غلطی که باعث شده به ملت، به مردم، به بیت المال ضربه های بزرگ بخوره، حالا دارن فرار به جلو میکنن. اینا چیزی نیست. ما این مسئله رو من تو انتخاباتم گفتم، تو مناظرم عرض کردم به مردم شریفمون. بله، وقت من کسی نیستم که در مقابله با فساد، در مبارزه با فساد با چهار تا دروغ و چهار تا مطالب اینطوری بخوام صحنه رو خارج کنم یا جا بزنم، بلکه سفتر خواهم ایستاد و میدونم هم صدای اینها بلند میشه و اینها امروز نگران اینن که مبارزه با فساد یه پشتوانه 14 میلیونی پیدا کرده حداقل، اگرچه همه مردم ما در برابر فساد جدی هستن. تو برنامه قبلی گفتم سعید جلیلی اگر نقطه ضعفش رو برطرف کنه و مردم بشناسن سعید جلیلی رو، 50 میلیون رای داره. دلیلش هم چی گفتم؟ گفتم اون حس عدالت خواهی مردم. ببین مردم از تورم و گرونی و فلان و اینا ناراحتن و جای خوشحالی نداره، اما اگر بفهمه یک مسئولی میاد عدالت رو برقرار کنه و با فساد مبارزه کنه، چون این فساد تبعیض میاره، من پسر خالم فلان جاست فلان رانتو بگیرم، عموم فلان جاست فلان رانتو بگیرم، اگه کسی بیاد با این مبارزه کنه، مردم اون تورم و گرونیه رو طاقت میارن اما تبعیض و فساد رو طاقت نمیارن و عاشق کسی میشن که مبارزه با فساد کنه. سعید جلیلی اگر در این 4 سال شناخته بشود 50 میلیون رای داره. ادعای واهی نمی کنم چون مردم رو شناختم. با این همه تخریبی که صورت گرفت سعید جلیلی 14 میلیون رای میاره، حالا نزدیک 14 میلیون، 13 و خورده 14 تا، حالا اونم تو مشارکت زیر 50%. اگه مشارکت بره بالا، تبیین دقیق صورت بگیره، سعید جلیلی یکی از محبوب ترین رئیس جمهورهای ایران خواهد شد، هم در روز رای گیری، نتیجه رای گیری و هم در عمل کردش. این حرفای من به یادگار بمونه، همونطور که حرفای 1400 هم در یوتیوب مونده درباره نوع رای آوردن اصلاح طلب ها که کرسنت رو میذارن کنار وعده کنسرت میدن. چرا؟ چون اونجا سرت گرم شه، تقدیر بشی، فریبت بده، راحت رای بگیره، بیاد بر تو حکومت بکنه. اما وقتی کسی مثل سعید جلیلی صداش بلند میشه میگه میخوام با فساد مبارزه کنم، از همه طرف میزنن، نه فقط اصلاح طلبا، مدعیان و اصولگرایی هم میزنن. چرا؟ چون میدونن بیاد به کسی باج نمیده و این براشون سنگین. آقا 20 سال 30 سال بالاخره یده بودن، خوردن، بردن، الان یه کسی میخواد بیاد پتشون رو بریزه رو آب، قطعا نمیذارن رای بیاره. آخرش هم ببینیم. ما میدونم بالاخره اگر وقتی که چنین مطالبی مطرح میشه باز 14 میلیون مردم میان در این قضیه اعتماد میکنن و رای میدن، اینا میخوان این اعتماد رو به اصطلاح خودشون ضعیف کنن. نه، این مردم احتمالاً با اتفاقا با بصیرت اومدن، میفهمن این بحثا رو، اهمیت این موضوعات رو میدونن، هم رای به
جهش کشور دادن 14 میلیون، هم رأی به مبارزه با فساد دادن، هم رأی به ایستادگی در برابر فشار خارجی دادن. اینا اون بحثای جدی است. همین که حالا شما میبینید تو این چند روز بعد از اینها، اینا یه همچین رفتارهایی نشون میدن، اینا همون به اصطلاح تلاش‌های مذبوحانه است که به جایی نخواهد رسید. یه چند ثانیه هم از مناظره آخر رو ببینیم. اشراف میخواهد، شجاعت ایستادن مقابل فساد داخلی میخواهد، شجاعت ایستادن مقابل فشار خارجی میخواهد. هنوز هیچ چیز نشده، فریادهایشان علیه من بلند شده است که من میدانند من به حساب آنها خواهم رسید، به حساب شرکت‌های دولتی خواهم رسید، به حساب ولخرجی‌ها و اسراف‌ها و راندخوری‌ها خواهم رسید. دلیل محبوبیت جلیلی همینه. این جلیلی اگر به مردم درست شناسونده بشه، پزشکیان و اون یکی و اصلا اینا از آمار خارج کن دیگه، چیز دیگه نگم. باید رسانه رو قوی کنی، از اون طرف خود شخص سعید جلیلی باید روی فن بیانش کار کنه. اصلا یکی از رسالت‌های سعید جلیلی در 4 سال آینده در کنار اون کارهای خوبی که کرده در دولت سایه اینه که روی فن بیانش بره کار بکنه که توی مناظرات بتونه قشنگ تبیین کنه و مردم متوجه بشن. یعنی کسی که میاد تو مناظره، خب دیدی دیگه، دروغ و دونگ بستن، تهمت زدن، تخریب کردن، همه کاری کردن. اون که نیومده متقاعد بشه، طرف مقابل تو نیومده متقاعد بشه. چون اگر می‌خواست متقاعد بشه، اگر آدم با تقوایی باشه، اصلا به نفع تو باید بکشه کنار. این همه آقا طرف از آیه و روایات و حدیث و نهج البلاغه بخون، خب ما تو روایت مگه نداریم؟ اگر کسی بالاتر از تو، برتر از تو و تو اینو میدونی، شرعاً مجاز نیستی بیایی. پس وقتی می‌بینی با بی‌تقوایی داره دروغ میگه، تخریب می‌کنه، می‌خواد تو رو مقابل بیننده خار و ذلیل کنه، خب این نیومده متقاعد بشه. تو باید مردم رو اقناع کنی و این در فن بیان و مناظره نهفته است. هر کس تو مناظره خوب ظاهر بشه، البته با حفظ چارچوب‌های اخلاقی و شرعی، اون میتونه رأی حلال بگیره و رئیس جمهور بشه. حالا امیدواریم رأی دادگاه زودتر بیاد بیرون، ببینیم آقای زنگنه بازم ویدیو میدن بیرون درباره کرسنت صحبت کنن یا نه. یا علی، التماس دعا، خدا نگهدارتون.